خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از امضای کنوانسیون دریای خزر خواهیم گفت تا تازه ترین سخنان رهبر ایران. و البته ماجرای نزاع فوتبالی که کارش به جای باریک کشید. و در ادامه برنامه میثم رفته به جنگ جمعیت و من هم دوست تازه‌ای پیدا کردم. میدونم شما یه برنامه آشپزی خیلی جالب توی بی بی سی دارید. طعم ایران، راز بقا و بزرگترین جشنواره موسیقی کلاسیک دنیا در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود. هفته که گذشت مثل تمام هفته‌های گذشته خیلی پرخبر بود، از جمله سخنانی که رهبر ایران گفتن در مورد اینکه نه بن‌بست داریم، نه حاضریم مذاکره کنیم، و اینی هم که در واقع اصرار داشتن که در اصل باید با مفاسد اقتصادی برخورد بشه. از طرفی هم آقای روحانی گفتن که بگیر و ببند و اینا راهکار نیست. سلام. بله دیگه، مباحث خبرهای مربوط به داخل و مسائل اقتصادی به اصطلاح گرفتاری برده اینا سوژه اصلی روزنامه هاست. به همین جهت هم به یه مسائل دیگه‌ای که در حالت عادی خب باید بیشتر از این می‌پرداختن، مثل همین حادثه که در حاشیه فوتبال اتفاق افتاد، کمتر می‌پردازن یا در صفحات داخلی می‌پردازن. تیتر یک نمیشه. تیتر یک معمولاً حول همین مسائلی که میگید می‌گرده. در این حال اگر فرصتی بود راجع به این بحرانی هم که برای مطبوعات یه ذره تندتر شده از خواهم کرد. حتما. شروع کنیم با روزنامه ایران و آژیر قرمز کلانتری، سازمان رئیس سازمان محیط زیست. دو تا موضوع رو در اینجا ببینیم. یکی اینکه آقای کلانتری دفعه اولش نیستش. چندین بار تا حالا هشدارهای خیلی جدی داده، چنانکه الان هم تو همین مطلب هم ملاحظه کردید که هشدارهای خیلی جدی رو مطرح میکنه. نوشته آب، خاک و هوا در معرض آلودگی است. فرسایش خاک سالانه 12 تن در هر هکتار. کلی هشدارهای دادن و اینکه واقعا باید یه فکر کرد. تکون دهنده است بعضیش. و اصلا میگن که اون برنامه توسعه ششم را اگه اشتباه نکنم باید پاره کنیم بریزیم دور. بله، میگن بذارین کنار به خاطر اینکه همه اونا رو بدون توجه به این موضوع آوردیم. میگه ایشون که من رفتم به اصلویه به حال، میگه که من رفتم اونجا اگه طبق استاندارد بیرون بخوام عمل بکنیم باید که خلاصه تعطیلش کرد. چیزی که 48 ساعت بیشتر نمیشه تحمل کرد. و بعد به خصوص اونجا اشاره میکنه، میگه 80% صنایع از جمله صنایع گاز و نفت باید تعطیل بشند. باید مصرف آب رو 40 تا 50 میلیارد متر مکعب کاهش داد. خب اینا حرفای خیلی جدی است. در این حال توجه داشته باشین که تیتر اصلی گزارش ورزشی که البته به صورت تیتر عمده نیومده، شبی که فوتبال سرشکسته شد در اول هفته، که اشاره است به همون درگیری که در بازی فوتبال اتفاق افتاد. این ماجرا برای ما طرفداران فوتبال چیز عجیبی نیست که طرفدارای دو تیم هیجان زده بشند و اتفاقات بیفته، به خصوص اگر یه تقسیم بندی های محلی هم بینشون اتفاق بیفته. اول به صورت شعار در میاد، بعد مثل حادثه‌ای که اتفاق افتاد در میاد که میتونست که ضایعات بزرگتر از این به بار آورده باشه. به حال میطلبد که خیلی جدی گذاشته. البته میگن که کمیسیون‌ها و بازرسی‌های مختلفی دارن روش کار میکنن. بریم روزنامه بعدی سازندگی رو ببینیم با عکسی از آقای چاوشی. بله، سازندگی ببینید تیترایی رو که بقیه روزنامه‌ها دارند داره، ولی در این حال داره به نظر من آقای قوچانی داره خودشو هماهنگ میکنه با وضعیت جدید مطبوعات. وضعیت جدید مطبوعات این است که آهسته آهسته دیگه امکان پذیر نخواهد بود که نشریاتی که تیراژ کم دارن منتشرشن، و هر کدومشون راه حلی پیدا کردن. از جمله کاری رو که باید میشد تسریع کردن، همونطور که شما هفته پیش هم گفتید شرق رفته و پولکی شده سازندگی رو، الان میشه خرید و دید نقصانشون رو دید، و اینا اتفاقات خوبی است که میشه گفت استفاده کردن از فرصت، از تهدید، برای اینکه تبدیلش کنی به یه فرصت. در مورد چیز چی بگین شما کار کردین روش؟
مثل اینکه قراره که بعد از مدت‌ها تأخیر 9 ماهه آلبوم ابراهیم کار محسن چاوشی بالاخره مجوز بگیره. گویا چیزی که بود در حاشیه‌اش صحبت‌هایی بود که آقای بهمنی که مدیر رئیس شورای شعر و ترانه هستن حرفای زده بودن که البته همین باعث شد که کلی بحث‌ها رو دامن بزنه درباره واژه‌های ممنوعه که گویا در شعرها استفاده شده و می‌گفتن این شعرها قبلا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته بوده و حالا چرا که ایشون حالا آوازشو خوندن اجازه نمیدن که منتشر شه. موضوع اونجایی است که سازندگی هم دیده دیگه رسیده است به بچه‌های جنگ. بله. یعنی حرکت هر دو طرف، حالا یا فضای طوری است که دیگه تحمل زمان و نمیدونم چاوشی و نمیدونم اثار و اینا رو هم دیگه نمیشه که تتلو رو نمیشه کرد، یا فضا سخت‌تر شده که نمیشه کرد، یا نه فضا سخت‌تر نشده، اینا چشم گوششون بازتر شده. به حال یکی از این اتفاقات افتاد. روزنامه بعدی جام جم هست با صحبت‌های آقای خامنه‌ای و جام جم دیده صدای مردم. چند تا روزنامه در حقیقت بر این صحبت‌ها که به حال چند نکته مهم توش وجود داشت همین تیتر صدای مردم انتخاب کردن که در حقیقت خواستم بگن که اینها بیشتر روزنامه‌های اصولگرا بودن و بیشتر به نظر میرسه از مقالاتشون که اون بخشی رو پسندیدند که ایشون گفته است که مذاکره با آمریکا نه، و ایشون گفته است که اشتباه کردم سر برجام. و وقتی این اشتباه کردم سر برجام میشنویم انگار معنیش این است که ایشون ناراضی است از کاری که گروهی که رفتن مذاکره کردن کردن. و بعد این سوال هم پیش میاد که خب به حال اینا این چند سال طولانی بودند، اگر شما اینطوری بود خب در این سال باید متوجه میشه. بعد این شاید اولین باری باشد که ایشون به صراحت حرفای خودشو تصحیح کرده و در حرفای تصحیح شده معلوم شد که ایشون پشیمان است بابت اینکه به آقای صالحی اجازه داد که بدون اطلاع دولت احمدی نژاد برود در مسقط و در اونجا باب مذاکره‌ای رو با آقای اوباما باز کنه. یعنی اینه، نه ربطی به برجام داره نه ربطی به هیئت داره، مال خیلی قبل از برجام. خب بریم روزنامه اعتماد رو هم ببینیم. اعتماد به مسئله پرداختی که واقعا از نیمه هفته به بعد مسئله جدی همه شد، حتی نشد خارجی هم به این موضوع از زاویه ایران پیوستن، به خاطر اینکه به حال این وضعیت وجود داشت که چند درصد قرار اتفاق بیفته. قدر مسلم این استش که این یه راه حلی نمیتونست، از اول پیدا بود که اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد به جمهوری‌های مختلف و ایران در اونجا همسایه شد با 5 تا کشور، معلوم بود که به حال اینجا یه اتفاقی نمیتونه بیفته که همه راضی باشن. بیشتر از 26 ساله که این مسئله رو دارن. همونطور رفت و آمد. حالا بحث عمده اصلی که اینجا هم شده است در اعتماد این است که خیلی از کارشناسا معتقدن که الانم موقع خوبی نبود، چون الان موقع درگیری روبروس با آمریکا و یه شرایطی در منطقه وجود داره و ایران نمیتونی بگیم از شرایط بین المللی در بهترین موقعیتشه، به حال دشمن بسیج شده از این حرفا و بنابراین الان موقعش نبود. ولی آقای روحانی جوابش یه جوری دیگه ای میده، میگه که چیزی برای تقسیم بندی هنوز امضا نشده. نه. بلکه این کلیات بحث بوده، بحث ماد قواف تفاهم نامه مادر بوده است. بعضی ها راضی کرده این توضیح، بعضی ها راضی نکرده، بعضی ها هم به قول اعتماد دچار عوام زدگی شدن، بعضی ها هم نه دچار خواب زدگی شدن. به هر حال می شود گفتش که دوتا نگاه کاملا متضاد اومد به یه ماجرا اتفاق افتاد و شد تیتر اعتماد. روزنامه بعدی جهان صنعت هست. جهان صنعت از یک نامه تازه‌ای خبر میده، نامه سرگشاده ای است که به دولت نوشتن بعضی از اقتصاددانا و به نظرم میرسه که اتفاقا در قالب یک نقد عمومی نزدیک شدن به اون چیزی که مشکل اصلی دولت و اون مشکل چیه؟ مشکل این است که شما وقتی که میخواید برید یه چیزی رو اصلاح بکنید که 40 سال اصلاح نشده و به هم پیچیده و گله شده درد میاره. ممنون. برمیگردیم آقای بهنود به مجله ها رو با هم نگاه میکنیم، اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگه.
این آش پر از رشته و حبوبات نشانگر جایگاه بین‌المللی ایران در گذشته است که خود نتیجه قرار گرفتنش در امتداد راه‌های تجاری منطقه بوده. راه حل بعضی خارش‌ها فقط خاراندن است. سلام بهرنگ، خوشت اومد نه خودتم؟ قشنگه آهنگه نه؟ آره. این ماه چی آوردی؟ این ماه یه مستند در مورد غذا داریم، حیات وحش داریم و موسیقی. اول از مجموعه سه قسمتی خاورمیانه با نایجل اسلیتر شروع کنم. نایجل اسلیتر یه آشپز معروفیه که ما چند تا از برنامه‌هاش هم پخش کردیم، سری برنامه‌هاشو. تو این مجموعه میره لبنان، ترکیه و بعد میاد ایران. نه بابا ایران هم میره. دقیقا توی ایران علاوه بر کله پاچه و آبگوشت و آش رشته یه غذای دیگه هم واسهش درست میکنن به اسم متنجن. من قبلا اسمشو نشینه بودم. میگن غذای محبوب شاه عباسه. یا خدا این چیه؟ ببین سیر و پیاز و گوشت گوساله رو اینا رو دارن تفت دادن با کلی ادویه، یا آبم ریختن سرش گذاشتن پخته. این ادامش آروم باید بریزم نه؟ پس اشتباه من این بوده. سال هاست که من ماست رو به غذاهای مایه اضافه می کردم و همیشه ناراحت بودم که چرا یه دست در نمیاد و دلمه می بنده. باید برعکس عمل می کردم. ممنونم. آب زعفران نیز رنگ شگفت‌انگیزی به مخلوط می‌دهد. نگاش کن، مثل نور خورشید می‌مونه. وای. رنگ طلاییش حرف نداره. پیاز داغ هم شیرینی دلپذیری به طعم گوشتی که به آرامی پخته اضافه می‌کند. معلومه حسابی نرم شده. ماست زعفرانی را با قاشق روی گوشت می‌ریزند، اما این هنوز پایان داستان نیست. اینا پسته است. بله. بادوم. این برام تازگی داره. انتظار اینو نداشتم. شاه عباس بهش سخت نمیگذشته مثل اینکه اصلا. نه خوشمزه به نظر میرسه. دستور پختاش هم من چک کردم، یه چیزایی رو اینترنت هست، مطمئن نیستم به این خوشمزگی باشه. یعنی امیدوارم. قیافش که خیلی خوشمزه بود. ببین همه مدت تهران هم نمیمونه، شمال میره، میره کلبه ماهیگیرا، میره یه مزرعه در واقع باغ انار، میره تربت حیدریه زعفران چیدن. ببین بعضی وقتا این مستندهایی که یه نفری از غرب میره شرق و اینا خیلی کلیشه‌ای میشه. من هر سه قسمتشو دیدم، به نظرم میاد که تا حد زیادی تونسته از کلیشه‌ها فاصله بگیر و یه سری غذاها و آداب و چیزای خوشمزه رو ببینیم. برای آدم شکمویی مثل من خیلی خوشمزه بود. برای من که عاشق آشپزی ام. اولین قسمت مجموعه خاورمیانه با نایجل اسلیتر رو میتونید چهارشنبه 14 شهریور ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9 و نیم شب در دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میتونید ببینید. قسمت‌های بعدی رو هم هفته‌های بعد در همین روز و ساعت میتونید ببینید. قسمت سوم این مجموعه هم که درباره ایرانه میتونید چهارشنبه 28 شهریور ساعت 9 شب ببینید. در این روز و ساعت‌ها هم تکرار میشه. خب بعد از آشپزی قراره مثل این که بریم سراغ حیات وحش. دقیقا. مجموعه سیاره زمین فصل دوم یکی از این مجموعه حیات وحشیه که چندین و چند سال وقت صرف ساختش شده و در نهایت یه سری قصه تعریف میکنه. قلبت که ضعیف نیست. چرا تا حد؟ چقدر ضعیفه؟ نشون بدم یا نه؟ یعنی کلیپر رو نشون بدم یا نه؟ نشون بده. خیلی خوب. قبل از اون خطرناک‌ترین کاری که به عمرت کردی چی بوده؟ فامیلی تو رو گفتم. به جای تاجدین گفتم تاجدین. من تایید بودم. حتی من خیلی خطرناک نیستم ولی خب. حالا قصه اینه که داریم میریم، میخوایم بریم یک جزیره‌ای در اقیانوس آرام. یه خزنده‌ای هست به اسم ایگوانای آبی که این زیر شنای ساحل تخم می‌ذاره.
بچه ها وقتی از تخم در میان باید خودشون از زیر شنا برسونن به بالای صخره ها، اون ایگوانه های بالغ بالای صخره ها. تنها مشکل اینه که این وسط یه سری مار گنده گرسنه منتظرن که این بچه ایگوانه ها رو بخورن. کارگردانم توی گالری خوشحال شد. مو به تن آدم سیخ میشه. حالا مجموعه پر از قصه های این شکلی، از جزیره و کوه و جنگل تا دشت و صحرا و شهر، یه سری قصه های این شکلی درباره شکار، درباره جفتیابی و دلبری، درباره بزرگ کردن بچه و غیره نشون میده. ببین، فقط همین یه نکته کافیه که وقتی این مجموعه پخش شد یه منتقد تلویزیونی نوشت این بهترین مجموعه مستند حیات وحشیه که تا حالا ساخته شده و احتمالاً میشه حتی ادعا کرد که یکی از بهترین برنامه‌های تلویزیونی تاریخه. اینقدر خوبه. چه جالب. اولین قسمت فصل دوم سیاره زمین رو میتونید یک شنبه 28 مرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9 و نیم شب در دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید، 5 قسمت بعد هم هفته های بعد در همین روز و ساعت پخش میشن. بعدی در مورد موسیقیه. دقیقاً. جشنواره بی بی سی پرامز بزرگترین جشنواره موسیقی کلاسیک دنیاست. 8 هفته هر شب یه سری کنسرت های موسیقی کلاسیک به معنی ارکستر کامل توی رویال آلبرت هال که یکی از مثلا با کلاس ترین سالن های موسیقی دنیاست. ما هم هر سال چند تا از این اجراها رو پخش میکنیم. یه قسمت از اولین کنسرت امسال رو ببینیم. جوان بودن؟ آره، اینا چند تا از برنده های نوازنده جوان سال بی بی سی بودن که داشتن اجرا میکردن. ببین، این خیلی اجرای کلاسیکی بود ولی همش بتوون و باخ و شوستاکوویچ نیست. جاز هم داره، تانگو هم داره، موسیقی کوبا و جامائیکا هم اجرا میشه. فقط تنها ویژگی مشترک همه این کنسرت ها اینه که با ارکستر کامل زنده تو اون سالن بزرگ برگزار میشه. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه ها و بقیه برنامه های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میان بگذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین.
آقای بهنود، این هفته خبری از کارتون نبود تو؟ بله، حالا گاهی اوقات هم ما کارتون نشته باشیم ایبی پیدا نمی کنه. اشکالی نداره، ولی چند تا برگزیده خوب آوردیم. آره. ببینیم بله. اولی رو شماره اوله. بله، هنرداد شماره اولشه که در اومد مرداد ماه و همه صفحاتش کلاس رنگی است. ماهنامه هنری و سینمایی هست که البته سینما هم خودش هنره ولی لابد اختصاصش به سینما بیشتر بود. عکس مانه رو جلد داریم میبینیم که ازش به عنوان پیشگام امپرسیونیسم صحبت میشه و بله در دنیا هم این شهرت به این عنوان داره و خیلی معتقدن که از اینجا جاش گرچه که کارهای اولیه او به اندازه کارهای آخرهای قرن 19 هم چیز نبود، یعنی امپرسیونیست نبود، در حقیقت روی واقع‌گرایش بیشتر بود تو کارهای اولیش، ولی به هر حال این موضوع رو میبینه. بعد یک موضوع دیگه فرانسیس فورد کاپولا رو میبینه و طبیعتاً وقتی او رو میبینی شما ناگزیرین که پدر خوانده رو ببینید. یه انتقادی من بکنم، هیچ چیز جدید، خبر جدید، اتفاق جدید، نه. همه چی در گذشته های دوره. حالا به حال این نشیه ایست که بیشتر تو هنر اونجاست، هیچ کدومش به اولا به ایران نپرداخته هنوز، لابد شماره بعدی میپردازه و دوم اینکه نه به موضوع روز تکیه نمی کنه. خب مجله بعدی همایون هست، ماهنامه اجتماعی هنری، اینم شماره اولشه. بله، اولین شمارهش در اومده. همایون همینطوری که فهرست رو نگاه کردم و یکی دو تا از گزارش رو تونستم از طریق اینترنت بخونم، متوجه شدم که ما با یه نشریه جدیدی که جاش خالیه روبرو هستیم که هم به درد هنرمندای ما میخوره، هم به درد طرفدار میراث فرهنگی میخوره. یه نشریه کاربردی فوق‌العاده ای است از نظر زیباشناسی هم به نظرم میرسه. امیدوارم که تو یک دو هفته آینده خود نشریه دستمون برسه و به درونش هم بتونیم بریم. بریم خط خطی رو ببینیم با روی جلدش که عالیه. بله، اینم جزو برگزیده‌ها ببینیم از خط خطی که خب مطالب خیلی خوبی و کارتونای خیلی خوبی توش هست. تصویریست از آدمایی که معلومه که دزدن، چاقن، دوبلن و یه بیچاره زندانی اونجاست، اتهامش پرداخت نکردن قسط وام. بله، این فکرشو غلام علی فرد که معاون شهرام شهیدی، یعنی معاون سردبیره داده است و خود اجراشو علی رادمند کرده. عالی. بعدی مجله سینمایی 24. دو تا حادثه است، یکی فیلمساز ماه رو سهراب شهید سالس گرفته که درستم هست به خاطر اینکه تیر ماه هست و تیر ماه یعنی تیر ماه بود و هم سهراب در این ماه متولد شد هم در این ماه از دنیا رفت. در این گزارش مفصلی که تهیه شده آدمای مختلفی نوشتند، آدمایی که باش نزدیک بودن نشونی‌های نزدیک دادن، یک کرونولوژی از راجب این که از اولی که سال 23 متولد شد تا آخری که سال 77 فوت کرد در آمریکا چجوری گذروند و بعضی حرفای خیلی خوبی هم زدن. یک گزارش مانند دیگه ای هم که ازش بخوایم بگیم در حقیقت مصاحبه است ولی گزارش و اون یه گفتگویی است با آقای فرمانارا. این مصاحبه یه مصاحبه بسیار خوبی است، من توصیه میکنم، خیلی خوب این مصاحبه شاهین امین کرده. مصاحبه زیرپوستی است با ایشون، تقریبا هر چی گفته ایشون جوابشو داده بود. و اون اینکه توی در واقع معرفی آقای فرمانارا میگن که ایشون 45 ساله به گفته خودش قرص افسردگی میخوره، که از آدمی که انقدر فعال و اکتیوه واقعا عجیبه و چقدر خوب که انقدر میتونن با وجود اینکه در هر صورت هم به رسمیت میشناسن که افسردگی دارن، هم با وجود این دارن این همه فعالن. و نکته آخرین جمله‌ای که میگه آقای فرمانارا، میگه که ازشون پرسه که به عنوان آخرین سوال میخوام بپرسم که با همه این سختی‌ها که خب کل مصاحبه دارن توضیح میدن که چقدر مشقت کشیدن تا بتونن فیلم بسازن، آخرش میگه که برای چی مثلا فیلم میسازین؟ میگه برای اینکه فکر میکنم یک مکالمه بین من و مردم مملکتم وجود داره که برای من این مکالمه رو دوست دارم. نمیخوام بگم برای ملت پند و اندرزی دارم، نه، من در مورد اجتماعی که دور برم هست و مسائل رو میخوام با مردم حرف بزنم. قطعا اگر 1000 متر زمین بگیرم و یه خونه 3 طبقه بسازم اندازه 10 تا فیلم پول در میارم، ولی خب این کار من نیست. خب آزما رو هم ببینیم. یکی از گزارشایی که این شماره درست کرده گزارشش توجیه همین به اصطلاح فحاشی ها،
این تندروی که در فحاشی ها که این روزا در همه جا هست، به خصوص در فضای مجازی، بیشتر شبکه‌های مجازی هستش، ولی به هر حال اونجا صحبت کرده با دکتر مجاوی که روجا دارین میبینید، با هورا یاوری و آقای احمد پوری، یعنی سه نفر آدم خیلی معتقد است که بعد دهنی تحفه لومپنیزم روشنفکران است. این یه پرونده‌ای شده است. آقای مجاوی گفته فوش میدیم پس هستیم. اما ازدودیم مثلا به عنوان نشونه براتون بگم که اون بخش آخر مجله که میرسه به داستانها، یه گزارش خانم عابد، ندا عابد درست کرده است و اونجا درباره شخصیت هاست. خانه ادریسی ها انتخابشه، کتاب معروف غزل علیزاده، چراغ‌ها رو من خاموش میکنم خانم پیرزاد رو بهش اشاره کرده، طوبا و معنای شب شهرنوش پارسیپور رو بهش پرداخته و سووشون خانم دانشور رو. کارتون آخر رو ببینیم. بفرمایید. کارتون آخر 28 مرداد روز جهانی انسان دوستی. ما البته 28 مرداد رو به روز دیگری میشناسیم. در حقیقت ادیک اوسپیان داره میگه که در این روزی که همه مشغول محبت و دوستی و آشنایی و اینا هستن، روز جهانیه، همدیگر رو بغل کردن، هاگ میکنند و بغل میکنند و اینا، مهر و محبت و اینا جریان داره، ولی همونطور که داریم میریم بالاتر اعتیاد و جنگ و گرفتاریامون بالا هم خیلی شلوغ پلوغه. ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ هم می‌تونید در فیسبوک و توییتر با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.